سلام خدمت شما عزیزان، همراه با رسانه موزیکلند. من علی حسین پورم و خیلی خوشحالیم که توی این برنامه ما را همراهی میکنید. با ما این توی این قسمت میخواییم یک نگاهی بکنیم به نظرات شما در رابطه با برنامه‌ای که داشتیم و گفته بودیم که نظراتتون رو بگید، درخواست کرده بودیم که نظراتتون رو بگید و با هم دیگه تبادل نظر بکنیم. قطعا نمیتونیم همه رو هم بخونیم، ولی خب سعی میکنم که خیلی از نظرات رو بخونم. پرشین کیتی گفته راهش اینه که شعور داشته باشیم، راهش اینه که به جای اینکه فکر کنیم بهترین زندگی رو داشته باشیم، یه مدتی کوتاه به خاطر مردممون یه زندگی معمولی راضی باشیم. یکی از مخاطبا گفته راستش خیلی موقعیت پیچیده‌ایه و در دورانی هستیم که قضاوت از همیشه سخت‌تر و بار مسئولیت بیشتری هم داره. لیام پازوکی گفته بره سر کار، مثل همه ما که اومدیم بیرون کار که آر نیست. ببین، به نظر من اینکه یک خواننده، یک آرتیست وقتی زیر نظر یک کمپانی داره فعالیت میکنه، در وهله اول موظف اون کمپانی که هزینه های آرتیستش رو تأمین بکنه. اصلا یه چیز خیلی عجیبی اگر بخواد توی روزهایی که همه چیز نرماله شریک مالت باشه و بعد از اینکه حالا اوضاع پیچیده میشه و یه سری اتفاقات خاص میفته بخواد پشتت رو خالی بکن. به نظر من رادیو جوان در وهله اول در رابطه با ساتین موظفه که این کار رو انجام بده، چون که کمپانیه که در واقع طرف قرارداد ساتینه. در وهله دوم بهتره که ما توی این شرایط اگر موسیقی نداریم که با مردم باشیم، حداقلش اینه که بتونیم درخواستی داشته باشیم از هنرمندهای دیگه که کارهای اجتماعی دارن، بتونیم با اونها بریم روی استیج و هزینه ای رو دریافت بکنیم، به شرطی که اون هنرمندهای دیگه هم توی این شرایط قبول بکنن که دست جوانترها رو بگیرن. امثال ساتین ها باید در این شرایط مثل من و شما و بقیه نرمال کار کنن و پای زندگی کسب و درآمد صرفا به موزیک ختم نکنن. این رو امیر لشکری گفته. امیر امینزاده گفته که اکثر مردم کار و کاسبی رو تعطیل کردن برای اعتراضات، هنرمندها هم نباید مستثنا باشن. محشید گودرزی گفته بره سر کار، این که سوال نداره، هی میپرسین چه کار کنه چه کار نکنه. ببخشید که پرسیدم، عذرخواهی میکنم. تکلیفش رو روشن کنه، پول مهمتره یا مردم و ناراحتیشون؟ نمیتونه هم ادای انقلابیون رو در بیاره و هم به فکر پول در آوردن باشه. چندین راه است که هر کدومشون به نوبه خودش خوبه. اینو مسعود گفته. مثلا حمایت کردن بقیه هنرمندان و ایرانیان خارج نشین از هموطنانی که توی شرایطی مثل ساتین هستن. آفرین به شما مسعود عزیز. آره، این نظر منم هست. به نظر من کنسرت ها میتونه با خواننده های دیگه ای داشته باشه، البته که اون خواننده ها باید حمایت بکنن. جامعه هنری باید از اشخاصی مثل ساتین حمایت کنن. اینو حامی 8612 گفته. این بهترین نوع همبستگیه. سعید علیزاده گفته درود جناب حسینی، سلام. به نظر نمیاد شما آدم ساده ای باشین. نیستم. اول اینکه یه نفر وقتی میخواد سفر بکنه از شهری به شهر دیگه، حتما فکر خرج اون سفر رو میکنه از نظر مالی. حالا که ایشون مهاجرت کردن و فکرشون نکرده جای سواله. دوم، فرمودید یک ما پس یعنی ایشان از وضعیت ایران خبر داشته و شاهد کنسل شدن کنسرت ها بوده و باید توقف میکرده. سوم، این خانم قطعا برنامه گذار داره، سرمایه گذار داره. خیلی سادگی اگر باور کنیم که وضعیت مالیش خوب نیست. من تمام اینها رو میدونم سعید عزیز، و اینکه در جریان این قضیه هم هستم که بین سرمایه گذارها، بین برنامه گذارها و خواننده هاشون چه اتفاقی میفته. اگر نخوام زیاد بازش بکنم، نه، اونها معمولا زیر بار همچین مسائلی نمیرن، برن سر کار. از اونجایی که معلم زبان هستن، زبانشون هم خوبه، کار تدریس بلدن، پس میتونن کار پیدا کنن. اینو شهرزاد بصیری گفته. شهرزاد بصیری عزیز، بره توی یه کشوری که 50% زبانش انگلیسیه، بگی که من معلم زبانم بهتون درس دادم. ساتین باید از طرف مردم حمایت بشه و کنسرت و سایر بیزنس ها فوری تعطیل بشه تا با اتحاد دوستان زودتر ایرانی بسازیم که برای همه ماها خوب باشه. اینو مجید براون گفته. این هم یک همبستگی خوبه دیگه، بین مردم و هنرمندها و همه جامعه.
البته نه فقط هنرمند، به همه جامعه، اونهایی که توانایی کمک کردن داشته باشن میتونن کمک بکنن، فوق‌العاده میشه، جامعه بی‌نظیری میتونیم بسازیم. محمد حمزه علیپور گفته ساتین دختر بااستعداد و هنرمند خوبیه، من مخالف کنسرت نیستم ولی به نظرم توی این برهه زمانی هنرمندای ما میتونن کنسرت‌های اعتراضی برگزار کنن و آهنگای اعتراضی بخونن و شک ندارم که صاحبان اون آثارم راضی هستند و تحسین هم میکنند. البته اینو خواننده‌ها نباید اجازهشو بدن، بیشتر ترانه‌سراها و خالقین اثر، ترانه‌سرا و آهنگساز باید این اجازه رو صادر بکنه. سیاوش میری گفته ای کاش راهی جز درآمد کنسرت‌ها بود که بشه از کسانی که کنسرت نمیذارن حمایت کرد. علی نفر گفته به نظر من اگه خواننده ای درآمدش واقعا وابسته به کنسرت باشه اشکال نداره که کنسرت بذاره و حتی میتونه توی کنسرتش اعتراض مردم رو هم همراه داشته باشه، ولی گفتم در صورتی که واقعا نیازمند باشه برای مردم کنسرت مجانی بذاره و لینک دونیتش رو بذاره، بازخوانی آهنگایی که توی این مدت بوده. اینو یاسمن افیلی فکر میکنم اگه اسمش رو درست میکنم یاسمن افیلی گفته، چه پیشنهاد خوبی. آره میتونه به صورت آنلاین حالا کنسرت هایی بذاره و لینک دونیتی بذاره و کنسرتی برگزار بکنه و به نظر من این هم پیشنهاد بدی. خانم زهره سیدان گفتن درود. سلام، مرسی از برنامه خوبتون، خوشبختانه در امریکا و کانادا خیلی راحت میشه کار پیدا کردم، هزینه زندگی رو پرداخت کرد، تا الان توی این شرایط خیلی ها فشار مالی بهشون میاد ولی کار متفرقه انجام میدن به امید آزادی. نو مانی بی ای اچ گفته این خانم میتونه غرورش رو بذاره کنار، اگه وضعیت مالیش هم خرابه میتونه بره یک جا کار کنه، اوضاع بهتر شه. 1000 نفر تو همین اعتراض رو اعتصاب کردن، مغازه کار رو باهاشون تعطیل کردن، این خانم هم همینطوری ما نمیگیم از بی پولی بمیر ولی میتونه این چند وقت بره یه جای دیگه کار کنه تا اوضاع بهتر بشه. بالتازار گفته که شاید باید بپرسیم بهتر برای ساتین چی کار کنن. تنها چیزی که ممکنه اینه که به لحاظ مالی پشتش باشن و حمایتش کنن، چون اگه کنسرت بده و مردم نرن که یه جور ضرر میده، اگرم کنسرت نذاره یه جور دیگه، مگر اینکه رو بیاره به یه شغل دیگه. موافقم با حرفت، شاید من باید سوالم رو یه جور دیگه مطرح میکردم. همون کاری که دوستان دانشجوی من وقتی میرن کانادا اینه تحصیلشون انجام میدن، ظرف شستن، کار توی رستوران و غیره. اینو میلاد شریفی گفته. شب نمک گفته باید مثل بقیه دخترهای جوان بره سر کار تا این موقعیت به یه جای ثابتی برسه و بتونه دوباره کنسرت بذاره. دمت گرم علی حسین پور. ارادت. زهره سمر گفته به نظرم بقیه هنرمندایی که اونجا کار رو زندگی دارن و مشکل مالی ندارن بهتر هوای همدیگر رو که این شرایط داشته باشن. با نظرتون موافقم. خیلی از نظرات رو خوندیم، متاسفانه خب نمیشه به همه رسیدگی کرد، ولی به نظر من بهترین نتیجه گیری که میشه کرد از این اوضاع به نظر من اینه که خواننده هایی که کارهای اعتراضی میکنن با خواننده های جوانتر کنسرت برگزار بکنن و حالا به صورت توافقی یک هزینه براشون در نظر بگیرن، دستمزدی براشون در نظر بگیرن و بتونن ازشون حمایت بکنن. این فوق العاده است و میتونه به هر دو طرف کمک بکنه. و باز هم اعلام میکنیم کمپانی که خواننده ای و آرتیستی رو تحت لیبل خودش داره باید و موظفه که توی این شرایط از اون آرتیست حمایت بکنه. دمتون گرم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. ارادتمندم. خدا نگهدار.